سلام، چطورید گنگا؟ من امرو اومدم با یه ویدیو خفن دیگه تا بتونیم با هم شاد باشیم و حال کنیم. بزن که بریم. ویدیو امروزمون در مورد پارت 2 ترور هست، پس با من در ادامه ویدیو همراه باش. بزن بریم. میگه با من ازدواج میکنی؟ واسه هم چی کار میکنی؟ همین که از ترشیدگی بیرونت میارم کار بزرگیه. میگه داداش منم زن گرفتم. جدی؟ مبارکه باشه. اسمش چیه؟ همزن برقی مولیکس. واو، فهمیدید که چی شد؟ یه داداش من همزن گرفتم. در تلفظش مهمه، مهم اینکه شما چی بکنید. میگه وقتی 5 ساله بودیم یه فکری چشام رو میمالونیم 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 وقتی با میکردی دنیا پر از زرق و برق زرق و برق. کامنت کن میرم شما هم این کارو میکردید یا نه، یا من فقط خول بودم. عطسه کردن خانوما. عطسه کردن خانوما، حالا عطسه کردن آقای. اچو، واو. بعدم لپتاپ با آرزه آب دهن آشنا میشه و سانسور چیکی بودم من. میگه وای، من ویندوز 8 استفاده میکنم. وای چقدر تو از دنیا عقبی. من ویندوز 98 دارم. خدایا این سم ها رو از ما نگیر، این اسید ها رو از ما نگیر. اینو خدای راست میگه. میگه من وقتی آب خیلی سرد یا داغ، من خودم دوش رو وا میکنم میرم کنار وای میستم. هر وقت آبش تنظیم شد، یعنی آبش داغ شد، بیام کنارش و تنظیم میکنم. باز برام بنویسید شما هم این کارو میکنید یا نه. تتوبازای حرفه‌ای قدیمی آدامسای خرسی و بلتونه اول میخوردیم آدامسو شپلخ میچسبوندیم رو دست. تتوی قهرمانانه میزدیم رو دستو، میگفتیم حال بودیم تتو. البته اینجا گفته وقتی دیگه تتومون درست در نمیمان راست بکنیم. یه در حال تخمه خوردن اشک شوق میره. به به، واقعا یکی از لذت‌های دنیا اینه. یعنی یکی از خوشی‌های تخمه اینه که وسط تخمه مغز تخمه پیدا کنی. خیلی لذت داره نه؟ میگه اثرات نامناسب فیسبوک بر دانش آموزا. بچه ها امروز معلم این درس نیومده، 2 ساعت زودتر تعطیل میشه. بچه ها لایک حال میکنید یا نه؟ ما بروزی مدرن. معلم اومده بگه فیسبوک چه اشتباهی داره، بچه از 3 سال قبل تو فیسبوک بوده الان دیگه کشیده بیرون ازش. مثل ما، مثل ما، مثل من، مثل تو، مثل بقیه. میگه عزیزم بیرون گرمه. What the fuck، خفه شو عوضی. یارو تبدیل شده به چوسفیل. بعد میگه بیرون گرمه یا نه؟ فقط لبخند هازخان اطفالی. یکی از حقایق، یه وقتی پتو کامل میکشید رو گرمته، وقتی میاری پتو کامل از رود برمیداری سرده، وقتی یه پتو میذاری بیرون حال میکنی، ولی خب زیرا اونجا یه هیولاهایی وجود داره به نام اجنه، بیان اینجا پتو لمس میکنن، با پتو حال میکنن و تو هم مجبوری بری زیر پتو. اون موقع دیگه گرمه، اون موقع دیگه
حال میکنی از با یه خودتون قیافه ها رو ببینید خدایی. میگه قیافه من سر آزمون سراسری، سر آزمون آزاد، هدف من از شرکت دو آزمون. واقعا من هر جایی رفتم هدفم از رفتن همین بوده. کیک ایرانی، آب میوه ای. خدایی ما گداگشته نیستیم، ولی خب یکی از لذت های دنیا هم باز اینه. خدایی یکی از لذت بخش ترین است که بری اونجا یه چیز بدونم بخوری. البته اشتباه نشه، این چیزو ما استفاده نمی کنیم، این مخصوص افراد دیگری هست، نه این افراد باسنی. بله خب دخترم بگو ببینم مهمترین خاصیت ازدواج چیه؟ اینه که دیگه فال گرفتن هیجان نداره. اینم یکی از طرز فکرهای دخترانه. راست میگه، دختره همیشه تو فال و این چیزا. نمیدونم، اگه کامنت کنید زیر اینجا اگه تو فالید، اگه من دارم درست میگم کامنت کنید، اگه من اشتباه میگم باز کامنت کنید. لایک و بگو، لایک فراموش نکن، سابسکرایب کن. میگه جوری که بقیه شنایات گرفتن، همه از این ماس ماسکا داشتن که باز میکردن رفتن تو آب، جوری که من یاد گرفتم شنا کن طول سگ این دختره تو آب میگفتن بدو اقلا شنا کن تا خفه نشی. و ما این گونه بود که شنا یاد گرفتیم. البته من خودم میرفتیم یادش بخیر صحراهای قدیم استخر داشت، الان هم دارم، میرفتیم اینجا تو استخرها شنا میکردیم و کم کم یاد گرفتیم دیگه. خب آرش رو دست کم نگیرید، کانال ریاکت مدیا رو دنبال کنید. خب امیدوارم از پارت دو این ویدیو هم لذت برده باشید. اگه دوست دارید همچنان در این سبک ویدیو بسازم، پس حتما تو کامنت ها به من بگید، لایک رو بزن، سابسکرایب فراموش نشه، زنگوله کنارش هم فعال کن، منو به همه دوستات معرفی کن تا بتونیم با قدرت ادامه بدیم. پس با من همراه باش، خوش باشید فعلا.